سلام خدمت همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. بنده علیرضا ابوالقاسمی، مدرس درس شیمی با 16 سال سابقه کاری. امیدوارم که از مطلبی که براتون امروز انتخاب کردم لذت ببرید. در مورد فصل 3 11 میخوام باهاتون صحبت کنم، یه مطلبی که کتاب به طور مستقیم بهش اشاره خوبی نداشته، اما هم در 1400 هم در 99 سوال خوبی ازش تو کنکور سراسری اومده بودش. در مورد انواع پلیمرها بچه‌ها می‌خوایم با هم صحبت کنیم. پلیمرها دو دسته هستن، افزایشی و تراکمی. پلیمرهای افزایشی رو تو باید خوب بشناسی. پلیمرهای افزایشی همونی بود که به تو میگفت انتا اتن، انتا مولکول کوچیک در کنار همدیگه قرار گرفته، تبدیل شده به یه درشت مولکولی به نام پلی اتن. اتن یادت هستش؟ سنگ بنای صنایع پتروشیمی، همونی بود که سی دوگانه سی داشتش، بر اثر فشار پیوند دوگانش تبدیل میشد به یگانه، یه دست از این ور میزد بیرون، یه دست از این ور میزد بیرون، دستای همدیگر رو میگرفتن، تبدیل به یه درشت مولکولی به نام پلی اتن میشد. نکته خیلی جذاب، حالت فیزیکیش گاز بود، اون ور تبدیل شد به جامد. چرا بهش میگن پلیمر افزایشی؟ آقا به خاطر اینکه این مولکولای کوچیک هی به همدیگه متصل میشن، درشت مولکولی رو میسازن که جرم پلیمر به وجود اومده برابر با مجموع جرم مونومرهاش. دقت کن، یعنی الان جرم این پلی اتن ما برابر با انتا اتن. دقیقاً، پس پلیمرهای افزایشی این ویژگی رو دارن، این نکته رو دارن. به خاطر داشته باش که جرم پلیمر برابر با مجموع جرم مونومر هاست. اما ما یه پلیمر دیگه هم داریم به نام پلیمرهای تراکمی. قطعا تو فصل 3 11 معلم های خوب شما اینو به شما یاد دادن که دی اسید به علاوه دی الکل میدهد پلی استر به علاوه آب، یا مثلا دی اسید با دی آمین میدهد پلی آمید به علاوه آب. نکته جذاب تو این پلیمرها، بچه ها، تو این پلیمرها مثل پلی استر، مثل پلی آمید، جرم پلیمر کمتر از مجموع جرم مونومر هاست. تو بگو چرا؟ وقتی پلی استر به وجود میاد، جرم این پلی استر کمتر، کوچکتر از جمع این دوتاست، چون آبم تولید شده اینجا. بچه ها، قانون پایستگی جرمو قطعا تو میشناسی، بلدی قانون پایستگی جرمو. قانون پایستگی جرم به من میگه مجموع جرم های این ور با مجموع جرم های این ور باید برابر باشه. وقتی این پلی استر به وجود میاد، خب جرم پلی استر تو از مجموع جرم اون دوتا کمتره، چون آبم تولید شده. پس به خاطر همین بهش میگن پلیمر تراکمی، چون دلیل تراکمی بودنشو نکته براتون پایین نوشتم. نوشتم که چون جرم پلیمر کمتر از مجموع جرم مونومرهاته. یه عکس از این صفحه بنداز، تا عکس بگیری من یه دور سری بگم این صفحه رو که آقا پلیمرها دو دسته شدن، افزایشی شدن تراکمی. نکته افزایشی این بود که جرم پلیمر با مجموع جرم مونومرها برابره. مثال هایی که ازش دیدی تو کتاب، مثلا انتا اتن شده پلی اتن، انتا سیانو اتن شده پلی سیانو اتن، انتا تترافلورو اتن شده پولی تترافلورو اتن یا همون تفلون، انتا استیرن شده پولی استیرن. مثالایی بوده که دیدی. در ضمن پلیمرهای تراکمی در کتاب شما فقط این دو مدل ذکر شده، یکی تولید پلی استر، یکی تولید پلی آمید. پلی استرها و پلی آمیدها، نکته شون هم چی بود؟ که جرم پلیمر کمتر از
مجموعه جرم مونومرها میباشد. خب خیلی هم عالی، از این صفحه عکس گرفتی، بیا بریم سراغ این تخته. میخوام یه حرکت خیلی باحال با هم بزنیم، بریم سراغ تمرین صفحه 2 جزوت. توی تمرین چی گفتم برات؟ گفتم پلیمر یا مونومرها رو مشخص کن. اول به من بگو در قدم اول، شماره 1 این پلیمر یا مونومره؟ این پلیمر یا مونومر؟ قطعا جوابتون اینه که آقا شماره 1 یه مونومره. پس منم میام این کنارش می نویسم، کنار شماره 1 می نویسم مونومر. پس یه مونومره، یه مولکول کوچیکه. اما شماره 2 انقدر باهوش هستی که ببینی در اطرافش چند تا نقطه چین گذاشتم، یعنی این بس داده میشه، این گنده است، درشت مولکوله. پس این یک پلیمر درشت مولکول محسوب میشه. 3 رو تو بگو، آیا نقطه چین اطرافش میبینی؟ آیا کمانک میبینی؟ خیر، پس این یک مونومره، یه مولکول کوچیکه. اما 4، من دارم نقطه چین میبینم، پس شماره 4 یک پلیمر محسوب میشه. حالا مسئله از من چی خواسته؟ برای امتحانات مدرسه‌تون بچه‌های 11 وقتی به شما میگه آقا اینو شماره 1 تبدیلش کن به پلیمر، یه حرکت خیلی قشنگ بزنیم. پیوند دوگانه بین دو تا کربونه که من دارم هایلایتش میکنم، نگاه کن این پیوند دوگانه رو. خب دوگانه بلد اینو میشکنه میشه یگانه، درسته؟ یعنی میشه سی یگانه سی. آفرین، قرارمون این بود دوگانه رو شکوندی شد یگانه، یه دست از این ور یه دست از این ور بزنه بیرون. خب پس یه دست از این ور یه دست از این ور زد بیرون. بیا اتم های دیگر هم نشون بدیم. خب به این کربونه که ستاره زدن بالاش یه هاش وصله، خب یه دونه سه هاش سه وصله، یه متیل وصله. خب به اون کربونه یه هاش وصله، یه دونه هم که کلور وصله. داخل کمانک یا کروشه بذار، یه اینم بذار اینجا. ایول، این شد واحد تکرار شوندهش. معلمت ازت خواسته بود که واحد تکرار شونده اینو نشون بدی، بفرما. این شد شماره 1. اما بیا سراغ شماره 2. بچه‌های عزیز بیاین با من اینجا، بیاین سراغ این صفحه. شماره 2 دقت کن، این نقطه ها چیه؟ این نقطه ها چیه؟ یعنی از طرفین ادامه داره، پس درشت مولکوله. پس من باید مونومرش رو پیدا کنم. خیلی بحث قشنگیه، خیلی بحث باحالیه. خودکار و کاغذ رو بردار، ببین برات چی آماده کردم. میخوایم بریم طرز تشخیص مونومر در پلیمرهای افزایشی رو ببینیم. دقت کن، کدوم پلیمر؟ افزایشی. برای تشخیص مونومر در پلیمرهای افزایشی، قدم 1 من میخونم تو بنویس. 1 زنجیر اصلی رو پیدا کن. زنجیر اصلی اینایی که کربن هست، اینطوری مدل 8 7 8 7 8 7 شبیه کوه، رشته کوه میمونه، این زنجیر اصلی توه. پس قدم یکی دیگه زنجیر اصلی رو پیدا کنی. شماره 2 بنویس، شماره 2 در زنجیر اصلی یک در میان، یه دونش رو ببر یه دونه رو نبر. ایول، پس یک در میان برش بده. بچه ها بهش میگن روش ببر نبر. آهان، ببر نبر را بنداز، یه دونه رو ببر یه دونه رو نبر، یه دونه رو ببر یه دونه رو نبر. ایول. شماره 3 پیوندی که در زنجیر اصلی سالم مونده رو دوگانه کن. ایول، این ستا رو میخوام برام تو مثال پیاده کنی، آماده باش.
میخوام این ستا رو برام تو مثالام پیاده کنی. 1 2 3 آقا بریم سراغ مثالها ببینیم نظر در مورد مثال چیه. شماره دو اومده میگه که آقا نگاه خب پلیمرت که تابلویی که افزایشیه، چون من در واقع تو زنجیر اصلی عامل استر عامل آمید نمیبینم، پس این یک پلیمر افزایشیه. قدم یک چی بود؟ قدم ها رو برای من بخون ببینم. قدم یک چی بود؟ تو زنجیر اصلی رو مشخص کنی. خب باشه، منم برات زنجیر اصلی رو مشخص میکنم. بفرما اینم زنجیر اصلی. قدم دو، یک در میان ببر نبر را بنداز. خب یک در میان ببر نبر، خب این پیونده رو ببر، بعدی رو تو زنجیر اصلی نبر، بعدی رو ببر، اون یکی رو نبر، ببر نبر، ببر نبر. حالا بین دوتا برش چی باقی موند؟ بین دوتا برش خب یک کربن اینجاست تو زنجیر اصلی. خب برو بالا، یک کربن اینجاست. خب یک کربن هم که اینجاست، سگان N، CN در واقع. خب قدم سه چی بود؟ پیوندی که تو زنجیر اصلی سالم مونده اینو وردار دوگانه کن. ایول، پس در واقع مونومر من ساخته شد. یه نکته برای بچه حرفه‌ای‌ها اینو میشناسن، میگن استاد این دوتا کربونه. میگم خب، میگن استاد بر پایه اتن دیگه، انگار که همون اتن خودمون سی دو هاشاره، فقط به جای یه هاشش سی ان نشسته. ایول، سی ان نشسته. پس نتیجه نگاه کن، بذار سی انشو برات اینجا واضح بنویسم، سی ان نشسته. پس در واقع سیان و اتن خودمونه، بچه حرفه‌ای تشخیص دادین و سیان و اتن خودمونه. پس مونومرشو من تشخیص دادم. یه بار دیگه برات اینو روی این صفحه توضیح میدم. قدم یک، زنجیر اصلیه رو برات هایلایت کردم. قدم دو، یک در میان ببر نبر را بنداز. ببر نبر برات را انداختم. قدم بعدی، پیوندی که تو زنجیر اصلی سالم مونده رو دوگانه کن. پس مونومرت ساخته شد. خیلی هم عالی. اما بریم شماره سه ببینیم چیه. شماره سه و خودت گفتی مونومره، پس واحد تکرار شونده شو من میخوام برات بسازم. بچه حرفه‌ای میاد میگه که آقا این سی دوگانه سیه، خب قرارمون این بود که دوگانه بشه یگانه، درسته؟ بشه سی یگانه سی. این از این. قرارمون این بود که دوتا دست از این ور اونورش بزنه بیرون. خب حالا بریم سراغ اطرافیاش. به این کربونه یه دونه متیل وصله. خب بیا، یه دونه متیل وصله دیگه. چی؟ یه دونه اتیل وصله. بفرما، یه دونه اتیل وصله. برو بالا، یه دونه بروم وصله. یه دونه بروم وصله، یه دونه متیل وصله. یه دونه متیل وصله داخل کمانک بذار، یه اینم بنداز اینجا. ایول، پس این شد واحد تکرار شونده. خیلی هم عالی. پس بریم سراغ شماره 4. یه عکس از این صفحه بگیر. آیتم 1 2 3 کامل گفته شد. میخوام برم سراغ 4. یه عکس از این صفحه بگیر. خب بریم سراغ آیتم شماره 4. ببینیم 4 چی میگه. بچه باهوش میاد میگه که آقا چون از دو طرف ادامه داره پس این پلیمره. آفرین. زنجیر اصلی قدم 1، این زنجیر اصلی ما. بله، این زنجیر اصلی. خب یک در میون ببر نبر، یعنی ببر بعدی و نبر.
ببر بعدی و نبر، ببر بعدی و نبر. آها خب آقا چی باقی موند؟ چی باقی موند؟ یه حلقه بنزنی موند. حلقه بنزنو تو میشناسی، یک در میون دوگانه است که تو کتاب‌های نظام قدیم به شکل دایره نماد رزونانسیش بود نشون میدادن. برو بالا، یه دونه کربن باقی مونده، خب یه دونه هم که کربن بهش وصله. حالا من هیدروژناشم نشون ندادم، اگه دوست داشتی یه هاش اینجا یه هاش دو هم اینجا بذار. قرارمون این بود گام آخر که پیوندی که تو زنجیره اصلی سالم مونده رو دوگانه کنیم. خب اینو دوگانه کن، آفرین. پس تموم شد، مونومر شماره 4 هم ساخته شد. این شد مونومر شماره 4. بچه حرفه‌ای اینم میشناسه، دانش آموز حرفه‌ای میدونه که اسم این هست استیرن، همون 38 هاش 8 معروف. بله استیرن معروفه، اینم که پلیمرشه پلی استیرنه، خیلی هم عالی. اما جذابترین مثالی که میخوام برات حل کنم مثال شماره 5. مثال شماره 5 رو اغلب اوقات وقتی سر کلاس حل میکنم بچه ها اینو نمیتونن خودشون تشخیص بدن. پلیمر یک پلیمر افزایشیه، بله. پس زنجیر اصلیشو من برات مشخص میکنم، بله. بعد یک در میون برش میدیم. خب یک در میون برش بده، حالا از نقطه چین برش بدی یا از بعدی هیچ فرقی هم نداره، خیلی حساسیت به خرج نده. ببر بعدی و نبر، ببر بعدی و نبر، ببر بعدی و نبر، ببر بعدی و نبر، ببر بعدی و نبر. خب نکته بسیار جذاب برای بچه حرفه‌ای، شاگرده میگه ببخشید استاد، الان بین برش اول و برش دوم آها مونومرهاش با هم تفاوت داره. درود بر تو، قرار نیست که همیشه مونومرها یکسان باشه، که ممکنه که از دو مونومر ساخته شده باشه. آها یعنی این که الان شما یک کربن، دو کربن، سه کربن اینجا میبینی؟ خب یک دو سه اینا رو به هم وصل کن. خب قرارمون این بود که پیوندی که برش نخورده دوگانه شه. بفرما، اسمش میشه یک دو سه، بهش میگن پروپن. بله پروپن معروفمونه. اما تو بعدی بیا این کار رو انجام بده، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، همونطور که میبینی چهار کربونه شد. پیوندی که تو زنجیر سالم مونده رو دوگانه کن. خب پس این یک دو سه چهار این یک بوتن معروفه، پس دو تا مونومر داره. دانش آموز حرفه‌ای میگه که ببخشید استاد، یک در میون اینا کنار هم قرار گرفتن. دقیقاً ببین، این پروپن بوده بعدی بوتنه، این پروپن بعدی بوتنه، پروپن بوتن، پروپن بوتن، پروپن بوتن. پس این پلیمر ترکیبی از این دوتا مونومره. اینم یه مثال خیلی حرفه‌ای، مورد شماره 5 بچه ها خیلی دوستش دارن و حواست باشه. بسیار بسیار عالی، یه عکسم از آیتم 4 و 5 بگیر. بریم جلوتر، بریم جلو ببینیم تو صفحه 3 براتون چی دارم. توی صفحه 3 یه نکته بسیار جالب رو میخوایم بهش اشاره کنیم. صفحه شماره 3 یکی از صفحات طلایی فصل 3 11 که با فصل 3 10 هم ترکیب شده، کلی نکته داره. بریم ببینیم داستان چیه. نکته اول در مورد الکل ها میخوام صحبت کنم. بچه ها الکل ها ساختارشون، الکل های تک عاملی به صورت آر او هاشه. بچه ها آر او هاش، آر زنجیر کربنی توه، او هاشم
گروه آملیته، بهشی میگفتن هید روک سیل. آها هیدروکسیل میگفتن. یه وقت نگی هیدروکسیدا، هیدروکسیل ل ل ل. آها نکته بسیار باحال بچه ها، الکل ها بخش اوهاششون، اوهاش بخش قطبی الکله و زنجیر کربنی بخش ناقطبی الکل رو تشکیل میده. پس یادت باشه الکل ها، با ماژیکت هایلایت کن، دو بخش دارن، هم قطبی دارن هم ناقطبی. بچه ها زنجیره هیدروکربنی بخش ناقطبی رو تشکیل داده، اما گروه عاملی هیدروکسیل بخش قطبی رو تشکیل داده. فراموش نکنین. و نکته بسیار خوب، الکل ها دو نوع هم نیروی بین مولکولی دارن. اگه فصل 13 قوی باشه، وقتی هاش متصل به او میبینی باید بدونی که به واسطه یه هاش متصل به او جاذبه هیدروژنی با الکل بغلیه یا با آب برقرار میکنه. به واسطه زنجیره کربنی واندروالسی ایجاد میکنه. پس چقدر باحال، الکل ها دو نوع نیروی بین مولکولی هم دارن، هم واندروالس دارن هم هیدروژنی دارن. خب الان شاگرد چی میپرسه؟ شاگرد میپرسه که ببخشید استاد بیا روی این دوربین. الان الکل ها ما از کجا تشخیص بدیم؟ کدوم این الکلی که دارم میگم بخش قطبیش قوی تره یا ناقطبی؟ هیدروژنیش قوی تره یا واندروالس؟ قصه نخور آقا، به شکل تجربی از رو مقایسه متانول، اتانول، پروپانول، بوتانول، پنتانول و انحلال هاشون به این نکته رسیدیم که الکل ها تا 5 کربن، یعنی متانول، اتانول، پروپانول، بوتانول، پنتانول تا 5 کربن در آب محلول هستن، یعنی بخش قطبی بر ناقطبی غلبه میکنه و در ضمن هیدروژنی هم بر واندروالس غلبه میکنه. بله، نیروی بین مولکولی غالب میشه هیدروژنی. تا 5 قرارمون بود، از 6 کربن و 7 کربن و 8 کربن و اینا دیگه داستان عوض میشه، ناقطبی بر قطبی غلبه میکنه، واندروالس هم بر هیدروژنی غلبه میکنه. راستی یه سوال بپرسم ازت، یادت هست اگه فلان ماده تو آب حل میشد میگفتیم آقا بخش قطبیش، اگر بخش قطبی و ناقطبی داشت، در مورد مولکول ها داریم صحبت میکنیم، بخش قطبی بر ناقطبی غلبه کرده؟ بله. پس میومدیم میگفتیم آقا حواست هستش در آب محلوله، اما اگه بخش ناقطبی بر قطبی غلبه میکرد میگفتیم تو آب محلول نیست، آقا میره تو حلال های ناقطبی یا مثلا میره تو چربی حل میشه. واژه آب دوست و آب گریز یادته؟ آب دوست یعنی آب دوست داره، توش حل میشه. آب گریز یعنی از آب فراریه، تو آب حل نمیشه. چربی دوست یعنی تو چربی حل میشه، چربی گریز یعنی توش حل نمیشه. خب ای بل. پس بیا بریم سراغ این تخته. گفته که در الکل‌های کوچیک و تا 5 کربن بخش قطبی بر ناقطبی غلبه میکنه. ای بل. من صفحه بعد خیلی خوشگل برات اینا رو به این حالت، صفحه بعد رو نگاه کن، جمع‌بندی کردم، نوشتم که نیروی بین مولکولی در الکل‌ها از 1 تا 5 کربن هیدروژنی بر واندروالس، 1 تا 5 کربن عمدتاً قطبی، عمدتاً قطبی یعنی قطبی بر ناقطبی غلبه، اما از 6 کربن به بالا واندر بر هیدروژنی غلبه، در ضمن عمدتاً هم ناقطبی محسوب میشه.
پس این قسمت از درسمون فوق‌العاده مهمه و احتمال سوال اومدنش هم زیاد. در ضمن یه توجه خیلی باحال، بیا بریم سراغ این صفحه. توجه، با افزایش شمار اتم‌های کربن، خب بخش ناقطبی بزرگ میشه. بخش ناقطبی که بزرگ شه، اصطلاحا میگن ویژگی چربی دوستیشون افزایش پیدا کرده، چون ناقطبی بزرگتر شده. چربی دوستی همون معادل چیه؟ آبگریزی. پس این جمله رو به خاطر داشته باش که با افزایش تعداد کربن ها بخش ناقطبی بزرگتر میشه، حلالیت تو آب میاد پایین، اما حلالیت تو چربی افزایش پیدا میکنه. در ضمن توجه، گشتاور دو قطبی، گشتاور دو قطبی یادت هست با چی نشون میدادیم؟ یادت نیست؟ بیا بریم سراغ این تخته. گشتاور دو قطبی رو با مو نشون میدادیم، نمادش مو بود، همونی که واحدش دبای بود. ما میگفتیم آقا اگه مولکول ناقطبی باشه، مو یا صفره یا تقریبا صفره، اما اگر قطبی بود مو مثبت بود. یادته؟ خب گشتاور دو قطبی یا همون موه هیدروکربن ها، منظورش از هیدروکربن چیه؟ بنویس بالاش، مثلا آلکان، آلکان ها، آلکین، آلکین. آها، منظورش هیدروکربونه، یعنی هیدروژن و کربن. اشاره به الکل نداره ها، هیدروکربن. آها، گشتاور دو قطبی هیدروکربن ها در حدود صفره. آها، میخواد اشاره کنه که اغلبشون ناقطبی هستن. مرسی، خیلی هم عالی. این جدول کتاب چی داره میگه؟ این جدول کتاب داره میگه که آقا اومدیم دیدیم که متانول، نکته رو نگاه کن اول، متانول اولین الکل، اتانول و یک پروپانول به هر نسبتی در آب حل میشن. این جمله رو داشته باش، متانول، اتانول و پروپانول، این ستا به هر نسبتی تو آب حل میشن. اوکی؟ یعنی هر چی بریزی تو آب حل میشه، حد و حدود نداره. آها، خب وقتی به هر نسبتی تو آب حل میشه، یه چیزی رو به خاطر داشته باش، نمیشه از اینا محلول سیر شده درست کرد. چرا؟ چون وقتی تو میخوای محلول سیر شده درست کنی، محلول سیر شده محلولیه که دیگه تا خرخره حل کردی از اون بیشتر جا نداره. اینا که دیگه خرخره ندارن، هر چی بریزی باز حل میشه، یعنی همیشه سیر نشدن. سر کلاس من میگم مادام الگشنن اینا. آره، اینا سیر شدن ندارن. ایول، پس یه نتیجه ای جلوی این نکته که نوشتم به هر نسبتی حل میشن، بنویس نکته شماره یک. نکته شماره یک، از این مواد نمیتوان محلول سیر شده تهیه کرد. ایول، از این مواد نمیتوان محلول سیر شده تهیه کرد. خب نکته شماره دو شو بگم. نکته شماره دو، فقط قبل از این که نکته شماره دو رو بگم بهت، میخوام پایین صفحه بنویسی، پایین همین صفحه، تعریف انحلال پذیری. بنویس تعریف انحلال پذیری، بریم سراغ این تخته. تعریف انحلال پذیری رو پایین همین صفحه بنویس. انحلال پذیری تعریفش چیه؟ بنویس به بیشترین مقدار ماده حل شونده که در دمای معین در 100 گرم آب حل میشه. میگن انحلال پذیری، نمادش هم S. آره، پس تعریف انحلال پذیری رو یه بار دیگه، به بیشترین مقدار ماده حل شونده که در دمای معین در 100 گرم آب به ازای 100 گرم آب حل بشه رو میگن انحلال پذیری. خب
بچه باوجه فکر کنم دوزارش افتاد من چی میخوام بگم. متانول، اتانول، پروپانول، اینا به هر نسبتی حل میشن. اینا بیشترین مقدار ندارن که، اینا حد و حدود ندارن که، برای اینا که ماکسیموم تعریف نمیشه که. پس نتیجه برای این مواد انحلال پذیری در نظر نمیگیریم. ایول، پس نکته شماره دو رو یادداشت کن، نکته شماره دو بنویس. برای این مواد، یعنی متانول، اتانول، پروپانول، اونایی که به هر نسبت حل میشن، انحلال پذیری در نظر نمیگیریم. خب حالا که انحلال پذیری در نظر نمیگیری، توی این نمودار خفنه که تو کنکورم ازش سوال اومده بودش، بریم ببینیم متانول ایناش. این نمودارا رو نگاه کن، دقت کن. الان الکل شماره یک منظورش متانوله. ببین براش هیچ جایی در نظر نگرفتم. شماره دو رو نگاه کن، هیچ جایی در نظر نگرفتم. شماره سه رو نگاه کن، هیچ جایی براش در نظر نگرفتم. متانول، اتانول، پروپانول، برای اینا تو این نمودار چون انحلال پذیری براش تعریف نمیشه، جایی در نظر گرفته نشده. درود بر تو. پس این ستا رو یادت باشه چون به هر نسبت حل میشن. اما بریم سراغ چهارمین الکل. اسمش چی بود؟ بوتانول. پنجمی چی بود؟ پنتانول یا پنتانول. چهار و پنج تو آب حل میشن. آره، چهار و پنج تو آب محلولن. فقط یه حرکتی بزنیم، معمولا بچه ها از دهم این یادشون رفته. بیا بریم سراغ این تخته، من یه نکته ای از دهم بهت یاد بدم. توی دهم ما خونده بودیم که در مورد انحلال پذیری، انحلال پذیری رو با اس نشون میدادن دیگه. قرارمون این بود که اگه انحلال پذیری از یک بیشتر باشه به اون ماده بگیم محلول، اگه انحلال پذیری بین یک صدم تا یک باشه بهش بگیم کم محلول، اگر انحلال پذیری زیر یک صدم بود بهش بگیم نامحلول. درسته؟ آهان، اگه اینو بلدی بریم سراغ نمودار. نگاه کن ببینم، الکل شماره چهار یعنی بوتانول عددش هولوهوش هشته. درسته؟ خب وقتی هشته یعنی از یک بیشتره دیگه، پس محلوله. بریم سراغ الکل شماره پنج، پنتانول. عددش هولوهوش سه، از یک بیشتره، پس میشه محلول. پس منم چه حرکتی زدم؟ منم برات نوشتم بوتانول و پنتانول. نگاه کن اینجا رو، بوتانول و پنتانول نوشتم برات محلوله. آره دیگه محلوله، حیوان محلوله. اما هگزانول، الکل شیش کربونه، هپتانول، اوکتانول، اینا رو نگاه کن، عدداشون بین یک صدم تا یک گرمه، پس اینا رو بنویس کم محلول. باریکلا، زیرش خط بکش بنویس اینا کم محلول هستن. اگه تعداد الکل هم خب خیلی زیاد بشه میره تو دسته نامحلول ها، که حالا تو کتاب ما بهش اشاره ای نشده. اما چیزایی که من میخوام بلد باشی، یه جنبندی کنیم با هم. جنبندی به من بگو ببینم، متانول، اتانول، پروپانول، این ستا تو آب چجوری حل میشدن؟ جواب، به هر نسبت. بوتانول، پنتانول، این دوتا چجوری تو آب حل میشدن؟ عددشون بیشتر از یک بود، پس محلولن. شیش و هفت و هشت و چی گفتیم؟ کم محلولن. ایول، درود بر شما. برو سراغ صفحه بعد، صفحه شماره چهار. آها، البته یه چیز خیلی باحال وایسا در مورد این نمودار یه چیز دیگه هم بهت بگم. بله بچه حرفه‌ای، یا آقا الان اولا اگه ازت سوال پرسیدن نمودار انحلال پذیری الکل ها خطیه یا منحنی، میدونی که منحنیه. نکته دو، شیبش رو به افزایش یا کاهش؟ رو به کاهشه. نکته سه، اختلاف انحلال پذیریه. نگاه کن، اختلاف انحلال پذیریه چار و پنج یعنی بوتانول و پنتانول
به مراتب بیشتر از پنت با هگزه. پس اگر سوال به ما بدن، نگاه کن اینجا رو، نکته نمودار انحلال پذیری الکل ها اولا به شکل منحنی می باشد، بله، در ضمن با افزایش شمار کربن شیب منحنی کاهش می یابد، در ضمن تفاوت انحلال پذیری دوتا الکل پشت سر هم که اختلاف کربناشون یکه کاهش می یابد. مثلا الان پنتانول و بوتانول اختلاف انحلال پذیریاشون دیدیم رو نمودار بیشتر از پنتانول و هگزانوله، پس اینم خیلی نکته جذاب و باحالی بود به خاطر داشته باش. اما پایین این صفحه تمرین اومده میگه که انحلال پذیری الکل ها رو مقایسه کنین، آقا کدومشون تو آب بهتر حل میشن؟ پایین صفحه یه نکته بنویس، نکته با افزایش تعداد کربن بخش ناقطبی بزرگتر شده، پس میزان حل شدن در آب کمتر میشود، در آب کمتر حل میشه. خب الان من دارم میبینم که مورد شماره الف 7 کربن است، مورد ب 6 کربن است، مورد پ 3 کربن است، مورد ت 5 کربن است. پس از لحاظ خوب حل شدن، هر چی کربن کمتر باشه تو آب بهتر حل میشه. بسیار عالی، برات مرتبش کردم. اما بیا صفحه بعد بریم یه سری بزنیم به میوه هامون. قبل از این که بخوایم میوه ها رو یه نگاه بندازیم، بریم ببینیم برات چی نوشتم. اینجا بریم سراغ این تخته. 100% شما باید در سال 11 واکنش استری شدن رو یاد گرفته باشی. واکنش استری شدن چی بود؟ اسید عالی به علاوه الکل میدهد استر به علاوه آب. خب خیلی هم عالی. برات فلش زدم در جهت رفت، اسم واکنش استری شدنه. اون H2SO4 هم که برات نوشتم اون بالا کاتالیزگرشه، قراره که این واکنش رو سرعت ببخشه. کار کاتالیزگر اینه. راستی فرمول اسید عالی یک عاملی با زنجیره سیر شده CnH2NO2 اونو باید بلد باشی. الکل ها فرمولشون CnH2N به علاوه 2O فرمولو باید بلد باشی که میده استر CnH2NO2. 100% بچه باهوشا میگن آقا فرمول استر با اسید یکیه. بله، اسید و استر هم کربن ایزومر همن، فرمولاشون یکیه. ای بل، آبم که خب H2O. راستی میدونستی این واکنش در جهت برگشتم انجام میشه؟ یعنی استر به علاوه آب در جهت برگشت مواد سازنده خودش رو تولید میکنه. به این واکنش میگن آب کافت استر. این واکنش هم نیاز به کاتالیزگر داره. کاتالیزگرش که H2SO4. کاتالیزگرش H2SO4. چه جالب، در جهت رفت استری شدن بود، تو جهت برگشت آب کاف بود، کاتالیزگرش هم این هم بودن. دقیقاً. بریم یه مثال ببینیم. مثلا شاید شنیدی که استر سازنده آناناس اتیل بوتانواته. بریم ببینیم اتیل بوتانوات چجوری به وجود میاد. از واکنش بوتانوئیک اسید، بله، و اتانول. بوتانوئیک اسید و اتانول. اتانول تبدیل میشه به اتیل، بوتانوئیک اسید تبدیل میشه به بوتانوات. بله،
از اسید عالی ما اوهاششو میکنیم، از الکل هیدروژن متصل به اوشو میکنم که اوهاش و هاش آب تولید کنه، الباقی بشه استر. به جمله بندی توجه کن، اتانول تبدیل شد به اتیل، بوتانویک اسید تبدیل شد به بوتانوات، پس شد اتیل بوتانوات. آن اگه دوست داری فرمولاش هم باهات صحبت کنه، بوتانویک اسید بوت 4 کربن است، 4 رو بذار تو فرمول بالایی، 34 هاش 8 او 2. اتانول 32 هاش 5 او هاش یا 32 هاش 6 او. خب دو تا کربن اینجا دارم، 4 تا اینجا، مجموع میشه 6 تا. خب خیلی عالیه، 6 تا کربن رو بذار تو فرمول استر، اتیل بوتانوات ات 2 بوت 4 مجموع 6، 6 رو بذار این تو، 36 هاش 12 او 2 به علاوه آب. هدف من این بود که تو آشنا بشی با تولید استر. در ضمن قطعا اینم یاد گرفتی که اگر دی اسید یعنی اسید دوعاملی باشه با دی الکل، الکلت هم دوعاملی باشه، به جای استر چی میده؟ پلی استر میده، پلی استر و آب تولید میکنه. خب خیلی هم عالی. بریم سراغ حالا جزوه، ببینیم تو جزوه براتون چی دارم. اومدم استرهای سازنده، استرهایی که توی میوه ها وجود داره رو اشاره کردم. گفتم توی موز پنتیل اتانوات وجود داره. از تو چی میخوام؟ از تو میخوام که بلد باشی پنتیلش برگرفته از چه الکلیه؟ پنتانول. بله. اتانواتش برگرفته از چه اسیدیه؟ اتانویک اسید. انقدر باید قوی باشی که بگی 5 تا با 2 تا 7 تا، پس فرمولش بوده CnH2NO2. در ضمن باید انقدر قوی باشی که بتونی مدل نقطه و خطشو بکشی، یعنی باید این توانایی رو داشته باشی که سی دوگان او رو که میدونی عامل استریه، درسته؟ اول از همه اینو بکش، یعنی سی دوگان او عامل استره. آها، اول باید اینو بدونی. بعد گفته پنتیل. خب پنتیل یعنی 5 تا. پنتیل قسمت آلکیل باید به او متصل باشه، 1 2 3 4 5 این پنتیل ما. بله، چون هر نقطه نماد یک کربن. ات هم که یعنی دو کربن، یه دونه اینجا یه دونه اینجا، پس همونطور که ببینی اسمش میشه پنتیل اتانوات. رسم اینا رو باید بلد باشی. یا مثلا به شما میگن استر سازنده، استری که تو سیب وجود داره، متیل بوتانوات. خودت بگو متیلش بوده متانول، بوتانواتش بوده بوتانوئیک اسید. خب بچه ها فرمولشو میخوام، بوت 4 تا، مت یه دونه، پس میشه 35H10O2. بچه ها مدل نقطه و خطش، مت که یعنی یک کربن، بله، بوت هم که یعنی 4 کربن، 1 2 3 4. پس بچه حرفه یه باید تمرین کنه اینا رو، کشیدناشون رو بلد باشه. یا مثلا استری که تو انگور وجود داره اتیل هپتانوات، اتیلش بوده اتانول، بله، هپتانواتش بوده هپتانویک اسید، هپتانویک اسید بوده. بچه ها هپت 7 تا با ات 2 تا میشه 9 تا، پس میشه 39H18O2. بچه ها شمارش کنید برام، اتیلش بوده 1 2 بفرما، هپتانواتش بوده
یک دو سه چهار پنج شیش هفت. پس باید اینا رو خیلی خوب مسلط باشی، خیلی خوب مسلط باشی. در کل نامگذاری استرها همونطور که میبینی بر وزن آلکیل آلکانواته، یعنی مثلا تعداد کربونا رو بشمور، مثلا میبینی دستی که به او وصله یک کربونه پس میشه متیل، دو کربونه پس میشه اتیل، به همین راحتی. اون ورشو بشمور یک کربون میبینی پس میشه متانوات، بر وزن آلکانواته. یک کربون میبینی پس متانواته، اسم دیگه متانوات فرماته، یادت باشه. اما این ور دوتا کربون میبینی اتانواته، دوتا کربون میبینم اتانواته، اسم دیگه اتانوات استاته. آهان، ما سر کلاس 11 هممون تو نامگذاری ها خیلی کار میکنیم، آلکیل آلکانوات. آلکیل آلکانوات در واقع نامگذاری استر هاست. اما رسیدیم به یه قسمت فوق‌العاده جذاب و باحال، قسمتی که اول کلاس اشاره کردیم بهش، در مورد پلیمرهای تراکمی. اول کلاس گفتیم آقا پلیمرهای تراکمی در واقع پلیمرهایی هستن مثل تولید پلی استر، مثل تولید پلی آمید، چون علاوه بر پلیمر آب تولید شده. پس این پلیمر جرمش از مجموع جرم مونومرها کمتره. حالا چجوری بریم تشخیص بدیم، چجوری تشخیص بدیم در واقع مونومرهای سازندشو؟ خب بریم با سراغ در واقع مثال الف. ما اومده میگه که پلیمر اینو بسازید. خب چشم، الف همونطوری که میبینی دو تا کوه داره. ما به کوه میگیم عامل اسیدی، COO هاش، یا به اصطلاح بنده کوه. خب دو تا کوه میبینی پس دی اسیده، بله. دو تا او هاش میبینی پس دی الکله، پس دی اسید و دی الکله. خب بچه حرفه‌ای میدونه که دی اسید با دی الکل باید پلی استر و آب تولید کنه. از من خواسته واحد تکرار شونده پلی استر رو مشخص کنم. باش ببین چی کار میکنم. اگه دوست داشتی باید زیرش بنویسی از الکل هاش جدا کن. خب از الکل این هاش، هاش متصل به او، از الکل هاش متصل به او، از اسید او هاش جدا کن، از اسید او هاش جدا کن. خب حالا ببین من چجوری اینا رو به هم وصل میکنم. دقت میخواد، دقت. یه حلقه بنزنی موند، خب یه حلقه بنزنی، یه دونه او موند، خب یه حلقه بنزنی، یه او، این برم یه او، اون ور چی موند؟ این سی او رو سوتی ندی ها، سی دوگانه اوه، خب که این دستش اوهاشو کندیم ازش، این ور سه هاش دو، برو جلو، این ورم سی دوگانه اوه. خب خیلی عالی. حالا اینا رو به هم وصل کن، بفرما داخل کمانک بذار، یه اینم بذار اینجا. خیلی عالی شو. پس پلی استر واحد تکرار شوندش به وجود اومد به همین راحتی. خب حالا یه حرکتی، این دفعه قسمت B به من واحد تکرار شونده پلی استر رو داده، به من میگه مونومرهاتو پیدا کن. باشه، یه نکته برای قسمت B بنویس. بنویس نکته، نکته. آها، بنویس طرز تشخیص، بیا سراغ این تخته، طرز تشخیص مونومرها در پلی استر.
آقا در پلی‌استر من مونومرها رو چجوری تشخیص بدم؟ لطفا بنویس. بنویس. از دقت یه لحظه گوش کن منو بد بنویسی. پیوند بین سی دوگان او و او رو باید برش بدیم. پس یادداشت کن، بنویس پیوند بین، همینطوری بنویس، سی دوگان او و او را برش میدهیم. آها، در ادامه بنویس، در ادامه بنویس به سی دوگان او اوهاش بده و به او هاش بده. آها، یه بار دیگه بچه ها تکرار، به سی دوگان او اوهاش بده، بله به او هاش بده. بریم ببینیم، بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب بریم ببینیم مثال ب. بچه ها گفتم از کجا برش بدی؟ برش از بین سی دوگان او و او برش بده. خب برش که دادی برای من بنویس. خب چی باقی موند؟ یه سی دوگان او باقی موند. خب برو جلو، یه سی شیش ها شار باقی موند. خب برو جلو، سی دوگان او، بله. اون ور چی باقی موند؟ یه سه هاش دو موند، او یه دونم. او گفتم به او چی بده؟ هاش بده. خب آهان، و به سی دوگان او اوهاش بده. اوهاش، اوهاش، ایول، یعنی دی الکل و دی اسیدت ساخته شد. دیدی چقدر باحال شد؟ دی الکل و دی اسید. دی الکل و دی اسید من میخوای عکسم بگیری، میخوای از این دوتا اول عکس بگیر، ساخته شد. بفرما. بله، الف و ب تموم شد. بریم سراغ قسمت پ. قسمت پ هم یه نکته فوق العاده جنجالی داره. از چه لحاظ جنجالی؟ از این بابت که ما تو کتاب درسی فقط به همون گفتن که از واکنش دی اسید با دی الکل پلی استر به وجود میاد. آها، ولی من میخوام بهت یه نکته فوق العاده باحال یاد بدم. برای پ بنویس، برای قسمت پ بنویس، از طریق مولکول هایی که هم عامل اسیدی و هم عامل الکلی دارند نیز میتوان پلی استر ساخت. یعنی چی؟ بیا سراغ این تخته، منو نگاه کن. الان اینجا سی دوگان او اوهاش، کوه خودمونه. این برم که اوهاشه، یعنی هم عامل اسیدی داره هم عامل الکلی داره. پس این میتونه به عنوان مونومر سازنده پلی استر استفاده شه. چه جوری؟ بریم بکشیم. بیا، بهت گفته بودم برای ساخت پلی استر از اسیدش اوهاش بکن. خب بکن، بفرما، از الکلش هاش. خب چی باقی میمونه؟ یک حلقه بنزنی موند. خب این بر یه او، خب این بر سی دوگان او، تمام. داخل کمانک ان شد واحد تکرار شونده. چه جالب، یعنی اگر ان تا از این مولکول در کنار هم دیگه قرار بگیره میتونه بیاد پلی استر برای من بسازه. پس اینم خیلی جذاب بود. اما بریم سراغ قسمت ت. قسمت ت رو نگاه کن ببینیم ت چیه. اول از همه یه نکته ای که خیلی جذابیت داره در مورد ت، در مورد ت یه نکته خیلی جذاب، این که اول تو تشخیص بده پلیمرت تراکمیه یا افزایشیه. برای بچه خفنا، بچه خفنه، نگاه کن، راهی که بهت یاد میدم.
سیدوگان او عامل استری توی زنجیر اصلیه. زنجیر اصلی رو گفتیم همین کوهایی که پشت سر همه. بنویس کنار ته یا زیرش بنویس هرگاه عامل استری در داخل زنجیر بود، تو دل زنجیر اصلی بود، پلیمر ما پلی استر می باشد. آها، پلیمر من پلی استره. داخل پرانتز بنویس پلیمر تراکمی. خب پلیمر تراکمیه، پس یه حرکت بزن. پلیمرهای تراکمی رو گفته بودم برای تشخیص مونومرهاش از کجا برش بده؟ از مابین سیدوگان او و او. آفرین، بیا اینا رو برای من نشون بده چیا باقی مونده. خب چیا باقی مونده؟ یه کربن اینجا مونده، پس یه سیدوگان او اینجا مونده. بعد 1 2 3 4 5 تا کربن این وسطه. 1 2 3 4 5 تا این وسطه. بعد یه سیدوگان او اینجا مونده، دو تا دستش هم که قطعه. قرار بود به سمت سیدوگان او ها چی بدیم؟ اوهاش بده، اوهاش بده. اون بر چی مونده؟ یه کربن اینجا مونده. خب این بر یه او، این بر یه او. قرارمون بود که به سمت او هاش بده، هاش بده. پس خیلی هم عالی، دی اسید و دی الکل من ساخته شد. دی اسید و دی الکل، هیدروژناش هم دیگه خودت نمایش میدی. آیتم ته هم خیلی باحال بود. یه عکس از این بندازید و بریم سراغ آخرین مثال ما. آخرین مثالی که امروز میخوام برات بزنم، آخرین مثال ما مورد 3. نگاه کن ببین آخرین مثال من چیه. مثال شماره 3 خیلی باحاله. نگاه آخرین مثال ها. آقا الان سی او او، وقتی سی او او کربونه عامل استره، ولی آیا عامل استر تو زنجیر اصلی وجود داره؟ خیر، پس کنارش بنویس پلیمر افزایشی می باشد. ایول، پلیمرت افزایشیه. حالا که تشخیص دادی پلیمرت افزایشیه، اول کلاس گفته بودم روش چیه؟ روش ببر نبر را بنداز. آی باریکلا، آقا ببر نبر، ببر نبر، ببر نبر. بین دوتا برش ها دوتا کربن مانده. بله، خب برو بالا. سی او او سه هاش سه. پیوندی که تو زنجیر سالم مونده رو دوگانش کن. درود بر شما، مونومر سازندش به وجود اومد. این یک پلیمر افزایشی بود. امیدوارم که از کلاس ما لذت برده باشید. امیدوارم مطالبی که امروز گفتم رو استفاده کرده باشید و امیدوارم که بهترین رشته ها قبول بشید و درصد شیمیتون، بازم تاکید میکنم، بهترین درصدتون باشه. بنده علیرضا ابوالقاسمی در آموزشگاه هایی که تو استان هاتون وجود داره در خدمت شما هستم. امیدوارم